مسئولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده ببوری آسمان میهن غمگینم پرواز میکنم رویای خانه پدری از پشت ابر و اشک تصویر مبهمی است یک سایه یک ترانه وقتی تنین نام تو پرواز را آواز میکند بال همای چوبی بر پهنه خلیج همیشه فارس هاشور میزند اینجا دروازه جوانی من بود شیراز بر فراز جوانی بیدار می شود بر اسب ابلغش می راند تا مرو دشت آنجا میان مرگ و جوانی دارا هنوز هم چشم به راه است مهر سکندری اما بر تیغه های خونی کیلویه با باد مرگ گذر دارد یک لحظه است آه آنجا شهر کویر و خاک مزدا عبور خاکی خورشید را آواز می کند دریای بادگیر قدیمی در سای سار خواب یک لحظه بیش نیست پرواز اصفهان تا انتهای معزنه و پل میدان بینهایت و رقص تاجران ونیزی آنگاه آغوش می گشاید ری یک لحظه است خواب در راستای درد مادر هنوز در پشت شیشه شب و اشکش بیدار است علی رضا نوریزاده چهارشنبه پانزده همه دیما چهارم ژانویه به شما سلام میکنم اول یه توضیح بدم اما اول دیروز تصویر گذاشتیم از نیما ابتهاج از کسرایی و شاملو و گفتم نفر بعدی رو نشناختم مسعود بهنود عزیزم زنگ زد مثل همیشه یادآور شد مرسا کیوان یاد رفته بود آره یه لحظه یادم رفته بود و بعد محسن خاتمی هم زنگ زد گفت اینا همه چپترین شاعرای وقت در کنار نیما جمع شده بودن وقتی اخوان رو گرفتن حالا یه شعری گفته بود مثل که شهربانی به نیما نشون داده بود بدونی که بگی شربانی و ایناست فکر میکنی استاد این شعر مالکی گفته بود اخوان وقت اخوان یه چیزی گفته بود که مرا فلان نیما لو داد مرا لو پیشوای شعر نو داد داستانه ولی خب مرسا کیوانم شخصی بود شخصی بود باید ابتهاج رو بخونه بعد شاملو رو دنبال کنه مرسا رو بشناسه نازنین به هر حال گروخ جان شادیم که از زندان بیرون اومدی به حال وسیقه رو گذاشتی نمیدونم چه جوری تهیه شد اما تصویر رو دیدم بیرون از زندان در خانه پدری آیا فرصتی داشتی با آرش مرد سالار زندگی صحبت کنی سالار مرد منصور پیرنیا پیرنیای کتاب نوشته سالار زنان ایران بسیار جالبه به زنای بزرگی که تو این کشور تو این 100 ساله بودن البته یک قررت ال این رو داریم که زمان دورتری است و بعد آدم نگاه میکنه میبینه این وانوی نازنین آقای اشکوری عزیز مهمان صادق صبا میشه یه یعنی میزبان میزوان صادق سبا میشه اون برنامه بسیار شنیدنی صادق که بعدا مهمانش بودم یا میزبانش بوده در اونجا آدمایی رو انتخاب میکنه علامه طباطبایی آقای خمینی و قرقرت العین خیلی جالبه یه روحانی این کارو بکنه این جایگاه نیست به هر حال منصور این کتاب رو در آورده بدید بخرید کتاب بسیار خوندنی مثل کارای همیشگی منصوره و با ویراستاری داریوش عزیزش حالا سالار مردانم باید در آورده سم واقعا باید باید بدونه که ندا سالار زن اگر میشه سالار مردی هم داریم که تا پای جان برای عزیزش رفت رفت که آماده بود برای اینکه جان و دلش رو برای این عزیزش بگذاره و آماده بود تا بمیره برای اینکه رژیم جمهوری ولایت فقیه عزیزش رو آزاد بکنه و او در زندان نباش چقدر قشنگ بودیم 24 ساعته واکنش رو میدیدم مردمی که کامنت میذاشتن توی پایگاه های اجتماعی تو سایت ها تو فیسبوک تو جاهای دیگه و همه شادمان از اینکه گرخ آزاد شد و آرش میماند اعتصاب غذاش رو شکست بسیار از این بابت خوشحالم و آرزو میکنم این زوج جوان در کنار یکدیگر زندگی پر سعادت و خوبی داشته باشه پسرم به هم زنگ زد امید فقط کافی صدای منو بشنوه اون وقت متوجه میشه من دارم برنامه پخش میکنم نیازی نیست که برش توضیح بدم باری بریم سر موضوعات ما یک چیز جالبم براتون بگم گزارشگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی داشت با افتخار میگفت که با کمک جمهوری اسلامی یه بیمارستانی در عراق تأسیس شده که بخش چشمش چقدر عالیه و این نشون میده اون آخوندی رو که میگفت پسره از بصره اووردنش ایران مشد شفاش رو از امام رضا گرفت یعنی چون در عراق بیمارستان مثلا مجهز چشم نبوده اومده به ایران اینو آقای سید مهداد لزوی هم برای ما توضیح داده بودن حالا معلوم شد در عراق بیمارستان چشمی بهتر از خود ایران ساخته شده همیشه مرغ همسایه قازه اونجا ولی ولی از یه نظر خوشحالم از اینکه جمهوری اسلامی بالاخره یه جوری کار سازنده کرده یه بیمارستان ساخته به جای اینکه موشک زلزال بفرسته مثل یمن یا مثل سوریه اینجا یه بیمارستان ساخته خب خدا رو شکر البته کارهای دیگه هم میکنن اونجا برای شهید مهراب یه حرم درست کردن از حرم حضرت علی با شکوهتر در کتابی که اعتماد و سلطنه نوشته حسن خانه سنی و دوله اعتماد سلطنه از زمان ناصرالدین شاه و وزراش که میارم برای یه تیکه رو میخونم راجی به امیر کبیر چون میدونی پدر اعتماد سلطنه علی خانه حاجب و دوله کسیست که امیر رو فست کرد یعنی رگش رو زد بنابراین نظر خوشی هم نداره حرفهای بی ربط اما یه جاهای راجع به امیر کبیر میگه راجع به سپه سالار میگه آدم حیرت میکنه البته از میزا آقا خان تعریف میکنه قرض او در اونجا می نویسه که سپه سالار اینقدر از ثروتشو گذاشته بود برای حرم کازمین. برای حرم عزت علی یا این صدر اینقدر گذاشته بود برای اونجا میزا یوسف خان مصطفی الممالک پدر میزا حسن خان عزیز اینقدر گذاشته بود برای حرم فلان یعنی این یه چیز معمول بوده ایرانی های شیعه اگر دولت و ثروتی داشتن بخشی از اونو میذاشتن برای زوار عطبات برای حرم ها برای مزار های شیعه و خرج میکردن نادرشا که به این چیز اعتقاد نداشته گنبد طلای حضرت علی رو نادرشا ساخته بود یا محمد ازداشا که خیلی آثار داشت من یادم هر جا میرفتی اسم محمد ازداشا نوشته بود بعد بعضی ها که اومدن البته هم اینا رو کردن این مال زمانی که نوشته بود که دولت عبدالرحمن عارف بود برادر عبدالسلام بعد از مرگ برادرش بهترین رئیس جمهوری عراق بود آدم نکش زندان ها رو خالی کرد به ایران سفر کرد چه استقبال با شکوهی از شاه کرد به هر روی گفتم بیمارستان حالا گزارش بیمارستان رو ببینید گزارشگر صدا و سیما از اونجا گزارش میده خدا رو شکر میکنیم امروز شاهد بهره یکی از توفه های مردم ایران به شیعیان عراقی و شیعیان مجاورت حرم از سید شده و حرم از تباز و همچنین زائرین آن حضرت از همه کشورهای اسلامی هستیم امروز دی که حضرت زینب سلام الله علیه ها که در بخش از مجمع خدماتی سید و شاهده که توسط مردم جمهوری اسلامی ایران ساخته شده، امروز به طور کامل مورد بحر برداری قرار گرفته دی کلینیک شامل همه تخصص های پزشکی است که در خود مجموعه دیده شده خب مدتی از شروع این دی کلینیک گذشته بود کامل بهره برداری نمیشد امروز الحمدلله به لطف خدا با عنایت مردم و با سازماندهی که انجام شد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فکر کنید پولش هم مردم دادن این ذهن نجات پرست ذهن مذهب پرست که مبانی انسانی رو فراموش میکنه میگه بیمارستان ساختیم برای شیعیان یعنی اگر یه سنی در حال مرگ بود نباید از این بیمارستان استفاده کنه اگه یه مسیحی یا یهودی حالا اونا که اونجا نیستن ولی اگر یک ایزدی اونجا بود حق ورود به این بیمارستان نداره چون فقط مال شیعه آل علیه آیا مردم ایران اگر پولی دادن دادن که این بیمارستان فقط برای شیعیان باشه ابو ازرائیل آدم کش فاسد حق داره این تو بره حادی الامری فاسد البته حادی الامری میاد اینجا مایو کلینیک امریکا میره یا میاد اینجا کرامل هاسپیتال یا ولینگتون میره اون که اونجا نمیره ولی اونا میتونن برن اما آقای مثلا جبوری رئیس پارلمان نمیتونه چون سنیه یا فلان فقیر سنی که تو نجف شاگرد دکونه سپوره تمیز میکنه شهر رو او حق نداره بره خیلی دردناکه این ضد فرهنگ و ضد انسانیتی که در ادبیات یا ضد ادبیات اینا حضور داره من رنج میده در تمام دنیا تبعیض نژادی مذهبی داره باش مبارزه میشه در جمهوری ولایت فقیه داره ترغیب میشه تشویق میشه واقعا تکون دهنده شما حرفایی که میشنوید این نوع فرهنگ و ادبیات استوار بر خرافه خرافات اون چیزی که اینا تمام ذهنشون انباشته روزخون مرد خرافات برای اون میگه روزخون زن بدتر و از اون بدتر در صدا و سیمای ملی که البته در ایران ملی نیست صدا و سیما یک مجموعه ای از تشکیلات سمعی و بسری و تبلیغاتی است که در اختیار یک گروه کوچکی از هیئت حاکمه قرار داره بنابراین سیمای ملی نیست صدای ملی نیست تمام اون آدمایی هم که میتونستن انکاس دهنده صدای ملی و تصویر ملی باشن رانده شدن دیگه راه ندارن به اونجا خانومی میاد میشینه چی رو براتون بگه؟ بهتون بگه چه جور فرزندانتون رو تربیت کنید بزرگ کنید چطور بتونید خانتون رو محیطی صمیمی و گرم نگه دارید چطور بتونید در جامعه اگر کار میکنید معلم خوبی باشید پزشک خوبی باشید نه خانم های محترم نه دقت کنید شب دوشنبه مجامعت کنید شب دوشنبه خیلی خوبه شب دوشنبه اگر این کارو بکنید زبان بچه بیاد بیرون یه زبان تند و حسابی قوی میشه اگر نمیدونم چهارشنبه چهارشنبه رو نمیگه سه در شب دوشنبه بالاترین خط عرفان و ایمان و سه ها شهید پرور میشه پنجشنبه دانشمند میشه حالا شما فکر کنید هزاران دانشمندی که در کشورهای دنیا زندگی میکنن و بزرگترین خدمات رو به دنیا کردن از پاستور گرفته تا کوخ همینجوری دونه دونه مرکوریا تمام اینا که خدمات از نیوتون گرفته اینا همشون شب پنجشنبه نطفشون بسته شده آخه شما به این خانوم چی میتونید بگید شالاتان ببند و کنه تو گوش بدید چی میگه خودش در مورد زمانهای ویژه‌ای که اهل بیت ما توصیه کردن و روایات اون در کتابهای مستند و معتبر وجود داره دقیقی پیش ارز کردیم یکی شب دوشنبه بود که تاکید شده بود اگر که فرزندی در این شب در حقیقت بود اول وجود او شکل بگیره و نطفه حقیقی او شکل بگیره این فرزند به گونه ای هستش که در بالاترین حد از رضایت از خدا بنده شب سهشنبه ویژگی خاصی که داشت این بود که شهید پروری میکرد شب پنجشنبه طبق نظر اهل بیت علیه مسلم در حقیقت ویژگی که داره اینی که فرد رو در زمره دانشمندان قرار میده اونم دانشمندان حقیقی، عالمان و حکیمان و روز پنجشنبه در هنگام زوال ویژگی که داره اینه که فرد بیشترین دوری رو از طول موجهای شیطانی خواهد داشت و شیطان در حقیقت در او کمترین برد نفوذ رو پیدا میکنه شب جمعه ویژگیش این بود که فرزند قدرت سخنوری رو پیدا خواهد کرد و روز جمعه بعد از عصر ویژگی این بود که اون فرزند از دانایان مشهور میشه شب جمعه بعد از نماز عشا تأکید بود که اون فرزند احتمال اینکه از ابدال یعنی از افراد بسیار بزرگ و عالمان درجه یک که ویژه‌ای که دنبال حجت حق بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا قرار بگیره به طور ویژه خواهد بود ولی شب اول ماه رمضان ما نمیدونیم در حقیقت در کل عالم ملک و ملکوت ملک چه تغییرات ویژه‌ای رخ میده که تاکید شده این شب جزء مصاحبات هستش و میتونه طول موج فرکانس مثبتی رو در شخصیت بچه و والدین داشته باشه وقتی میگید که شب سه شنبه منظور از چه ساعتی تا چه ساعتیه این سوال دوستان ماست تا از آن صبح شبه پس غروب خورشید تا طلوع فجر صادق یعنی تا از اون صبح شب در فرهنگ دینی ما برای همینم هم اگر به ما عملی رو میگن در شب مثلا جمعه انجام بدید یعنی از اذان شب جمعه پنج شب بله تا اذان صبحش این ائمه که ایشون ازشون روایت میکنه کتاب همه جلیه دیگه 1350 سال پیش یه نفر آمده راجع به شب سه شنبه گفته شب دوشنبه این ائمه ماشاءالله روغنشون معلوم از کجا میخریدن توفیق اون زمانهای قدیم که یک اتفاقی در تهران افتاد میپرسید که برادر این روغن تو از کجا خریدی حالا این ائمه معلوم چون تمام شبا براشون یه بهانه گذاشتن دیگه ماشاءالله چهار تا عقدی داشتن 70 80 تا سیغه بعد جاریه داشتن کنیز داشتن اینا نمی رسیدن به همین دلیل هم همه این زنا به قول صاحب رستم و تواریخ نفرینشون میکردن شاه سلطان حسین 5000 تا زن داشت و خب معلومه چه اتفاقایی میفته شاه عباس یه روز به جنگ میرفت دید این کجاوهی که همسراش قرار توش بشینن دو طرف هست دیگه کجاوه یه طرف سنگین تره داد سراپرده رو بالا زدن دید بله یکی از غلامان از ادب خدمت خانم میکنه گفت بیارم پایین بکشنشون ولی وزیر شرف جلو گفت آقا جان شما اصلا این خانم رو میشناسی چند وقت پیش دیدیش گفت من سه چار سال پیش گفت یه خانم بیس ساله جوون اونجا سه چار سال پیش تو دیدیش میخواد چیکار بکنه بر حال از غضب علازت کاستن و دختر رو به همون غلام به زنی دادن شاه طلاقش داد طلاق که بود دادنش به اون بله این خانم تمام مسائل حیات حل شده همه چی مشکلات جامعه کارتون خوابی همه اینا حل شده الان داره توصیه میکنه چه شبهایی نطفه مبارکه بسته بشه تا بچه دانشمند بشه یعنی اگه شب پنج شنبه نباشه محاله طرف نیوتون هم باشه اصلا اون سیبه درخت نمیفته بیفتم نمیفهمه که قانون جاذبه انداختتش اگه داروین باشه اصلا نمیفهمه هیچی دنبال جد آباد این خانوم نمیره که پیداشون کنی که از کجا اومدن و کی بودن فرزندان من ما نسلمون که باختیم سوختیم و باختیم شما هواستون رو جمع کنید این دکان راه خیر و سعادت رو به شما نشون نخواهد داد این دکان دکان فریبه هر روز انسان رو تحمیق بیشتر میکنه بعدم آدم رو وادار به تخرخور میکنه آدم رو وادار میکنه خودش رو به خریت بزنه چون میخواد تو اون جامعه زندگی کنه چون میخوای تو اون جامعه زندگی بکنی بعد باید, باید مثل اینا بشی یه بار دیگه این خانم از دیدم اومده بود در خواص سفره ها صحبت میکرد سفره ابوالفضل سکینه رقیه اینا چه خواصید؟ خواسش اینه یه مش آدم پولدار دوره هم جمع میشن میخورن بعدم دنبک میزنن و میرخصن اسمش هم از سفره ابوالفضل براتون یه بار گفتم ما بچه بودیم این سفره بود سفره از از زهرای چی میگفتن یه چیزی توش داره چنگال اگه مردا پسرا بخورن کور میشن آقا ما رو میترسوندن پشت این در اتاق مادر بزرگ وا مهمون های می مدن میرفتن تو قشقش خنده آواز دنبک اینا هم برقرار بود بعد ما این چنگال رو میخواست میدیم چیه تو کله ما این چنگال چیه چنگال چرا اسمش چنگاله یه روز خاله من که همسن و سال من بود گفتم آزر جون قربون این چنگال چیه چنگال برای ما بیار گفت کور میشه علی جون گفتم نه کور نمیشم تو وردو بیا اگه کور شدم با خودم خلاصه اونم با ترس و لرز رفت رو بود دیدیم یه چیز شبیه به حلوا منتها رنگش روشنتر بد مزه که من توف کردم یه زلم تایی دلم بد اومد بدم در بد مزه از توف کردم که کورم نشم حالا بچه پنج شیست ساله بودیم ولی اینو تو سر آدم میکنن و یه عمر خریت با آدمه یک عمر این دروخ رو تو ذهنش میریزه و با این دروخها زندگی میکنه مریض میشه به جایی که بره دکتر از امامزاده قیبی شفا, شفا میخواد یا امامزاده این و بهم شفا بده امامزاده بیژن به دادم بریز. گفتن امامزاده هم اومده به خدا مردم سر به سر میذارن من پیش خودم گفتم اهالی شهری که حالا اسم میرم یکی از این امامزاده ها کشف کرده بودن نسبش فلان یا بعد یه دفعه نسبش به کاوه آهنگر میرسید اسم هم امامزاده کاوه خوب. خوبه دیگه مردم سر به سر به زودی مثلا امامزاده کوروش میگن این 75 پوند به کوروش میرسه اینا هم میشن زنده دیگه کوروش چیش از امام کم بوده مرد بزرگی بوده حقوق بشر رعایت انسانیت یهودیان رو از اسارت نجات میده چه بد بوده خیلی هم خوب بوده بنابراین حواستون رو جمع کن گوش به اینا ندید اینا خیر شما رو نمیخوان هرچی شما در اون پرده خرافه خودتون رو بپوشونین اینا پر رونقتر دکونشون حواستون جمع باشه کسی که میره دنبال دانش کسی که دنبال علم میره هرگز به این خوزعبلات گوش نمیده خدا هم نمیخواد شما به این خوزعبلات گوش بدید آخه خدا به امامزاده بیژن چی داده که شما از خودش نمیخواین از امامزاده بیژن میخوایم خب به خودش متوسل بشید اگر قبول دارید که او آفریدگار جهانه اگر قبول دارید که پروردگار دانای یکتای قیوم تواناست چرا به او متوسل نمیشید میرید امامزاده بیژن رو میچسبید آخه امامزاده یه قل دو قول اینا که اینا درست کردن سیزده هزار تاشون اینا قادرن شما رو شفا بدن قادرن گشایش در امور مالیتون بدن گشایش در امور مالی اینه که آدم گیوه رو بالا بکشه بره کار کنه درنگ کوتاه بکنیم درنگ کوتاهی میکنیم بریم سری بزنیم به یکی از ساخته های جهان بخش پازوکی عزیز شعر و ترانه از او با صدای نازنین جاودانه مهست thank <laughs> you شکی یه روز اهل جدایی یا یک رنگی یا موندن به دل مهر و نشوندن یا یک پرچگی محس یا از ریشه سوزندن غریب یه روز اهل نبازش یه روز دشمن سازش یه روز خاکی راهی یه روز غریب و سرکش یا یک رنگی و موندن به دل یا یک پرچگی محض یا از ریشه سوندن. غریب و سرکش یه روز اهل نوازش یه روز دشمن سازش یه روز خاکی راهی یه روز قریب و سرکش یا یک رنگ یا موندن به دل مهر و نشوندن یا یک پارچگی یا از کیشه سوزوندن یه روز مرد خدایی یه روز اهل ریایی یه روز مرد غنائت یه روز حاتم تایی یه روز آتش خشمی یه روز مسهر مدی یه روز عاشق عشقی یه روز اهل یا یک رنگی یا موندم بده مهر و یا یک پرچگی محس یا از ریشه یا یک رنگی یا موندم بده مهر و یا یک پرچگی محس یا از ریشه با درود دوباره خدمت همه شما عزیزانم روحانی حرف بسیار جالبی زد و در این مورد واقعا باید بهش گفت براو حالا هر اشکالی در جاهای دیگه داری ولی این یکی حرف درستی بود آقا جان آقای آمولی ما دولت حاضریم تمام دخل و خرجمون رو بذاریم روی میز مردم ببین شما هم این کارو بکنید به معنای دیگر 63 حسابت رو به مردم بگو چیکار کردی اون تیکش که گذاشتی تو عراق هتل خریدی بیار بذار مردم بدونن مشهد خریدی بذار تو شاندیز بذار مردم بدونن تو آمل باغ بزرگی که خریدی زمینایی که با اخوی خریدی دو داری دامداری توش میکنید بذارید مردم ببینن و میگه که آقای روحانی افزایش اعتماد عمومی درست نمیشه مگر با پاسخگویی در در جمع اعضای کمیسیون برنامه بودجه میگه آقا در پرونده بابک زنجانی و همکارانش دو میلیارد و 700 میلیون دلار از بیت المال به یغما رفته است اکنون با سود متعلقه به بیش از سه میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده حق مردم است بدانند در مورد این حجم عظیم از اموال چه تصمیمی گرفته شده است این حجم عظیم پول چگونه در اختیار یک فرد قرار گرفته و این مال الان کجاست خب آقای آمالی نمیتونه جواب بده چون از این پول خورده چون معاونش نایب جانشینش 100 میلیون دلار از این پول گرفته که زمانت حیات بده به با آقای بابک زنجانی من رو دارم اگر قوم خویشش به من اجازه بده همین امروز رو پخش میکردم پول رو چجوری در چه حسابی برای محسنی اجایی گذاشتن به خود آقای لاریجانی چجوری پول دادن چجوری به زمین دادن به اخویش چجوری پول دادن آقا فاضل چه پولی گرفته روحانی میگه بابک میگه که افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در کشور نیازمند همکاری همه قوا و نهادهاست با فرافکنی و بی تدبیری منافع مردم حراست نمی شود و هر دستگاه باید در حیطه اختیارات و وظایف خودش عمل کند و به افکار عمومی پاسخ دهد. میگه از آغاز کار دولت وزارت نفت شاکی و پیگیر این مطالبات بوده. و وزارت اطلاعات پرونده را دنبال کرده موضع دولت همواره این بوده که برای تکمیل پرونده باید متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار می گره. که با کسب و همه اطلاعات پیگیری لازم در همه ابعاد صورت گیرد و بعد به قوه قضایی داده میشه و حالا آقای نوبخت هم در سخنگوی دولت در یک کنفرانس میگه که ادعای کمک بابک زنجانی به ستاد روحانی رو تکذیب میکنه و از قوه قضایی خواست تا به هر ادعای بابک زنجانی رسیدگی و نتیجه آن اعلام شود یعنی آقای آملی دروغ نگو چل من امامه رو سرته واقعا که بیچاره بابای اینا تو گور میلرزه اون مرحوم میرزا واقعا میل لرزه آمیزه هاشه گفتم واقعا اون مرد خوبی بود و چطور تو این بچه هاش فقط علیه یه خورده کم سر و صداست و آلوده مالی نیست ولی بله الباقر باقرم هم اینجور. اونم دکتره منطقه رئیس اون بیمالی های خاص بود گفتن در اونجا هم حیف و مل زیاد می شده سر داروهای مخصوص دانشمندان آمریکایی که نامه برای آقای ترامپ نوشتن سی و هفتنن از برندگان نوبل محققان و غیره گفتن آقا ریشارد گاروین هم نامه رو تنظیم کرده فیزیکدان مشهور که طرحش برای ساخت نخستین بمب هیدروژنی جهان استفاده شد میگن آقا برجام رو حفظ کن چون که تلاش احتمالی ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای طی چند هفته ناممکن کرده و برای ماها به تعویق انداخته خیلی منطقی دانشمند اتمی که خودش بمب هیدروژن رو ساخته داره میگه آقا این برجام دست و بال اهالی ولایت فقیر رو بسته اینا نمیتونن به سرعت بمب تولید کنن بنابراین شما هم لغوش نکن بنده از اولم به شما گفتم این لغو نمیشه مطمئن باشید آقای ترامپ حداقل انقدر مشاور هوشمند و دانا در اطرافش هست که اینا تصمیم بگیرن چند روز پیشیدم یکی از دوستان ما در برنامهش دوباره گیر داده شدیدن به ترامپ و من همینجا میگم ما اینجا سانسور نداریم یه اصول و ذوابتی داریم هممون رعایت میکنیم اصلا من سانسور اینجا ندارم اما دیگه چقدر گیر بدیم به ترامپ ملت امریکا انتخاب کرده باید بشینیم شاید دفعیدیم آقای ترامپ خیلی بهتر از آقای اوباما عمل کرد من سوریه رو که امروز میخوام راجع صحبت کنم یکی از مسئولان عمدش آقای اوباما میدونم هر چقدر آقای اوباما در جای دیگه خوب عمل کرد برجام خوب بود اما در مورد سوریه و عراق بد عمل کرد در مورد عراق مردم عراق سال 2009 در یک انتخابات نسبتا نسبتاً اونم نه سایه ولایت روش بود آمدن و اکثریت آرا به آقای دکتر عیاد اللاوی شخصیت برجسته شیعه سکولار عراق و حزبش و اعتلافش دادش مطابق قانون اساسی عراق ایشون باید دولت رو تشکیل میداد آقای جلال طالبانی رئیس جمهوری وقت وظیفه داشت ایشان رو مکلف به تشکیل دولت بود انواع توطئه ها علیه اللاوی شروع شد سپاه قدس برنامه قتلش رو ریخت به طوری که علاوی ناچار شد یه مدت اردن باشه برنامه ریزی کردن برای از هم پاشیدن اعتلاف پولای کلان پیشنهاد کردن به بعضی از اعضای سنی اعتلاف ولی اونا زیر بار نرفتن در نتیجه با آقای اوباما متوسل شدن آقای اوباما از نخص شدن دوباره نوری المالکی حمایت کرد 2010 هم نیروهای آمریکایی رو بیرون کشید یعنی عراق رو خالی کرد داد دست مالکی دست مالکی یعنی اربابش قاسم سلیمانی آمدن تو عراق شروع کرد هر چی شخصیت برجسته مستقل بود نابود کردن آقای تارخ هاشمی اولی بود معاون رئیس جمهوری شخص محترم مورد احترام همه مردم عراق اتهام تروریستی به زد رانندش با تروریستا بوده اله بله حکم مرگ براش صادر کرد او مدتی رفت به کردستان بعد به ترکیه رفت که کردها زیر فشار نباشن چون نوری المالکی تهدید کرد اگر او تو کردستان بمونه تمام درآمدهای مربوط به کردستان رو قطع میکنه بعد رفتن سراغ وزیر مالیه بعد رفتن سراغ آقای ساله مطلق بعد سراغ اسامه نجیفی اصلا مانع از این شدن که دوباره به ریاست پارلمان برسه شکاف در سونیا انداختن این کار آقای اوباما بود بعد نوری المالکی در تظاهرات مردم رمادی مردم موسل که خواستار این بودن عدالت رعایت بشه حق اونا زیر پا گذاشته نشده اگه صدام حق کشیکت حق همه مردم عراق بود ولی تمایزی بین شیعه و سنی نمیگذاشت لطیف نصیف جاسم شیعه بود فرماندهان بزرگ ارتش شیعه بودن وزیر خارجه شیعه بود آقای صحاف شیعه بود و اونجا اصلا شیعه و سنی مطرح نبود بزرگترین فرماندهان و نظامیان عراقی تو جنگ شیعه بودن شیعه سنی معنا نداشت تو عراق تربیت بعثی مذهب رو به رسمیت نمیشناسه حالا اما نه آقای مالکی اومد سونیا رو سرکوب کرد در نتیجه همونطور که وقتی دولت مجاهدین در کابل بود و گلبدین حکمتیار این خائن کبیر هر روز کابل رو با توبخانه 130 میلیمتری بمباران میکرد نخست وزیرم بود مردم به استقبال طالبان رفتن در عراق هم داعش اومدن مردم نفس راحتی کشیدن تو خیلی از شهرها نمیدونستن داعش چنین جنایاتی میکنه گفتن حداقل از دست نوری المالکی نجاتمون میده از دست هادی العاملی نجاتمون میده از دست بتات نجاتمون میده از دست دار و دسته مقتدا نجاتمون میده خزعلی و مزعلی و بقیهشون عراق رسید به آنچه امروز شاهدش است بر داعش موفق بشن پیروز بشن عراق رو پاکسازی کنن تازه ده سال زمان میخواد تا عراق برگرده به زمانی که صدام سقوط کرد تازه برگرده به اون نقطه بعد میریم تو سوریه 4 تا 600 تا هزار تا کشته از این 5 -6 سال جنگ حاصل شده چه اتفاقی در سوریه افتاده 7 میلیون نفر بی خانمان و آوارن 3 4 میلیون نفر در داخل ده و شهر خودشون آوارن چون خونه دیگه نمونده پناه بردن به خونه همسایه یا تو خیمه زندگی میکنند یک ماجرای خیلی ساده در درعا خواست مردم برای تغییر استاندار و شهردار با گلوله پاسخ داده میشه هرچی آقای فاروق و شر میره بهش میگه آقا نکن آقای بشارخان آدم نکش میگه به یه ساعت پیش آقای موسوی سفیر جمهوری مبارکه ولایت فقی پیش من بود و همه جور به من وعده داد برو بکش ما پشتیم. حسن نصرالله اومد وسط 1500 تا از بچه های ایران کشته شدن به دروغی به خاطر دروغی به نام حراست از حرم زینب 1300 اندی سال نه مغول نه تاتار نه فرانسوی نه ترک هیچ کدوم به این مقبره هیچ گونه تعرضی نکردن سید زینب برای همه سید زینب بود برای علوی برای درزی برای سنی برای مسیحی برای همه و اون زمانی که یهودیان در سوریه بودن برای یهودی همه احترام میذاشتن به بهانه این فرستادن به سوریه خب خیلی طبیعی است وقتی جنگ شروع شد به خاطر جنایاتی که بشار اسد کرده بود به خاطر قتل رفیق خلیری به خاطر قتل سمیر قصیر قتل جبران توینی قتل جورج خاوی و ده خاتن دیگه از برجسته ترین شخصیت های سیاسی و فرنگی لبنان فضا معلوم بود علیهش است با اون خفت از لبنان بیرونش کرده بودن طبیعیست جهان عرب هم موزه کردن سعودی ها حمایت از مخالفان اسد رو به طور خیلی جدی پیگیری کردن ارتش آزاد سوریه که متشکل اول از افسران و درجه و سربازان جدا شده از ارتش بود مورد حمایت کامل سعودی ها قرار گرفت. در این میان دولت قطر عزما و ترکیه شروع کردن از اسلامیا حمایت کردن اخوان المسلمین اول بعد جبهه فتح. جبهه فتح از تعالیم و دستورات القاعده پیروی میکرد اصلا به این توجه نکردن از جبهه فت حمایت میکرد بعد داعش اومد و باز آقای رجب طیب اردوگان دروازه مملکت رو باز کرد برین تو از هر تیرو تایفه برین تو داعش یارگیری کرد یارگیری کرد عضویت در داعش مزایای زیادی داره شما وقتی عضو ارتش آزادی یعنی با یه قمقم آب یه مش خرما و نون خشک، باید روز و پشت سنگر سر کنی در داعش چنین یعنی نیست حقوق دلاری داری شبیه زن بهت میدن ایزدی ها را اسیر میگیری شیعه ها را اسیر میگیری مسیحی‌ها ها رو اسیر میگیری و خیلی راحته برات خونه بهت میدن همه چی جایی رو گرفتین خونه مردم اشغال میکنین اینه که جذب میشدن بهش یه عده فرصت طلب یه مغز و ذهنشون رو آخوندهای اون طرف خورده اون مثل آخوندهای ما دارن فکر نکنید دا فقط این بر داریم اون داریم ناصر عبال مکارم اونا هم دارن برنامه تلویزیونی هم داره قیل هم این همین ولایت اینا ولی دیروز نگاه میکردم این سایت کلمه بود مثل آقای هاشمی بود بلایی سر این یکی از این قضاونه در آورد پوستشو کند دروغشو قشنگ گفت با کتاب نشون داد که آقا جان داری دروغ میگی به این در این کتاب بی سواد برو بخون پوستشو کند خیلی جالب بود برنامهش واقعا این قضاونه با چه روی میان میشند تو تلویزیون عنوان دکتران هم بهش دادن چقدر مفت شده این لقب دکتر و استاد و علامه و آیت الله و آیت الله احمد خاتمی آفت الله واقعا به هر حال سوریه عملا تقسیم شد تمام تمرکز بشارین بود که مخالفان سکولارشو از بین ببره و جمهوری اسلامی و حزب در این راه کمک شایانی بهش میکردن ارتش آزاد در معرض شدیدترین حملات بود نیروهای سکولار سوسیالیستا بعثی های جدا شده از بشار اینا مورد حملات شدید بودن لیبرال ها در مقابل داعش رو رها کرده بود هر جا ارتش آزاد داشت پیروز میشد بر داعش هواپیماهای اسد میمدن ارتش آزاد رو میزدند، به جای داعش دائما پیغام اسد این بود یا من یا داعش منو تضعیف بکنی داعش قوی میشه و این غرب ناآگاهی که اصلا منطقه ای ما رو نمیشناسه فرق نبات و راحت و هم نمیدونه چیه میشستن تصمیم میگرفتن فکر نمیکردن چرا اصلا داعش رو نمیزنه چرا تدمری رو که گرفتن و روسا اومدن ارکست سمفونی گوردن تو خرابه های باستانی پالمیرا تدمر برنامه اجرا کردن چرا سه ساعت داعش پس گرفت چرا دوباره بره چهارتا تا ستون خراب بکنه بشار بگه منم ها می اقلیت ها منم که مسیحیان رو حفظ میکنم درزی ها رو خودم علوی منم این طرح اسد بود و با کمک جمهوری اسلامی و حزب الله و دار و های دیگه فاطمیون زینبیون هیدریون این دار و های مزدوری که درست کرده بودن منهای افغانه دلم براشون میسوزه چون از ضعف اونا از فقر و بدبختیشون جمهوری ولایت فقی سو استفاده میکنه قاسم سلیمانی سو استفاده میکنه و این بچه های بدبخت رو به کشتن میده این دوستا فیلمشو دیدم واقعا متاسف میشد به هر رو. در طول مدت جنگ مناطقی در اختیار اپوزیسیون قرار گرفت از جمله جبهه فت مثل شهر حلب در بخش بزرگیش جبهه فت تو این میان از یک سال و اندی پیش روسها وارد بازی شد روسها قبلا فقط کمک میکردند، تجهیزات نظامی میدادند، تربیت میکردن برای بشار نظامیان رو یا اطلاعاتی ها رو ولی از این به بعد روسا خودشون درگیر شد خب خیلی روشنه هواپیمای روسی خیلی دقت بیشتری دارن تجهیزات بیشتری دارن دستگاه رکانسنس و شناساییشون خیلی قوی تره اونا که وارد شدن شکل جنگ به مرور تغییر پیدا کرد به معنای دیگر اگر اپوزیسیون در گذشته مهاجم بود حالا مدافع شد تلفات سنگین غیر نظامیان هزار هزار کودک زن پیر همه آسیب پذیرترین لایه ها بودن که آسیب سنگینی روسها روس ها حلب رو پس گرفتن جمهوری ولایت فقیه و حزب شیطان در صدد بودن توسعه بدن منطقه خودشون رو مثلا تلاشی برای گرفتن بعدیا که در نزدیکی دمشقه و در اونجا طبیعتا ارتش آزاد قدرت بیشتری داره دستش بالاتره و نیروهایی هم که روسا فرستاده بودن شامل نیروی هوایی نیروی دریایی و نیروی زمینی بود مثلا اپوزیسیون چندین نوبت لازقیه رو بخشایی رو گرفت توبخانه روسا اینا رو راندن و روسا از عواست سپتامبر شدت حملات هواییشون رو چنان کردن که واقعا اپوزیسیون تلفات بسیار سنگینی میداد و توی ماهای آخر هزاران تن کشته شدن در نتیجه به ظاهر و مطابق پایکوبی و شادمانی جمهوری ولد فقی و الله آقای اسد و جبهه ممانعت پیروز شدن اما کدوم پیروز سی و نخ سازمان اپوزیسیون که به رسمیت شناخته شدن از جانب روسا هفتاد و سه درصد از خاک سوریه رو در اختیار دارن به همراه داعش و جبهه چه چجوری بشار میخواد بر 27 درصد حکومت کنه برای اون فرق نمیکنه مهم نیست مثلا یه نفر میگفت در سومالی آقا اینا فکر وطنشون نیستن وطن چیه وطن براشون ارزشی نداره اهمیتی نداره برای بشار فقط این حکومت دست این خانواده علوی این حکومت بشه حالا اگه شده این حکومت شامل دمشق بشه ترتوس بانیاز لازقی کافیه جاده دمشق بیروت هم باز باشه برای جمهوری اسلامی اونم هم کافیه همه سوریه رو با خاک یکسان بکن ترکا که خطای سنگینی کرده بودن حالا دارن هزینه اون خطا رو پس میدن فردا اگه فرصت بکنم راجع به یمن هم براتون یه شرح تفصیلی بدم مقامات آلمانی یک پاکستانی رو دستگیر کردن چون برای جمهوری ولایت جاسوسی میکرده. چندی قبل هم یکی دیگر رو گرفتن که تو مجامع ایرانیان میرفته عکس میگرفته و خبر جمع میکرده سوم ژانویه فردی به نام سید مصطفی اچ حالا اسم کاملش نگفتن با آجانس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ارتباط بوده و جاسوسی میکرده او از رئیس پیشین جامعه اسرائیل آلمان که روابط میان این دو دولت را تقویت میکند جاسوسی کرده و در ازای ارائه اطلاعات پول دریافت میکرده است چقدر دردناکه یه پاکستانی بدبخ پا میشه میره توی آلمان اونجا وادار میشه به جاسوسی یه خبر دیگه هم داشتم یه پنچرگیر به فرماندهی نیروی داعش در شمال برقوبه در استان دیاله عراق منصوب شد خوبه دیگه ترقی کرده مثل مسئولان جمهوری اسلامی ببخشید حاج آقا سردار کار قبلیشون چی بوده؟ پنچر میگرفتن پنچری حالا اومدن پنچری های نظام رو بگیرن در واحد دفاع از حرم در شهر حلب سوریه ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبایی سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود علیرضا نوریزاده تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم